کوهنوردی در قاره‌های مختلف رو داشته و در آستانه فتح بلندترین هفت قله هفت قاره جهان از آمریکا امروز مهمون برنامه ما هستم. سلام سارا جان. سلام، مرسی که منو امروز دعوت کردین. خیلی خوش اومدین. سارا جان، تو خودت به صورت حرفه‌ای کوهنوردی میکنی، خب خطر وقوع بهمن و گیر افتادن توی ارتفاعات همه جای دنیا هستن. کسانی که چه حرفه‌ای چه به صورت غیر حرفه‌ای ورزش‌های زمستونی میکنن، مخصوصا اسکی و کوهنوردی، خب علاقه دارن، چطور میتونن از این حوادث ناگوار جلوگیری بکنن؟ خب من قبل از اینکه شروع بکنم میخوام اول تسلیت بگم. خبر رو وقتی که شنیدم از جمعه پیش، البته این اتفاق دفعه اول نیست که میفته، ولی شاید این خبر اون روز باعث شد که من خیلی تکون دهنده بود واسم و خیلی ناراحت شدم. خب میخوام خیلی به خانواده های بازماندگان تسلیت بگم اول از همه، و خیلی احساس مسئولیت کردم که توی این زمینه یه کاری انجام بدم و بتونم به کسایی که حالا کوهنوردی تازه شروع کردن یه راهنمای کمکی بکنم با توجه به تجربه کوچیکی که دارم. واسه همین من فکر میکنم جوری که میشه این حوادث ناگوار ازش جلوگیری کرد دو راه، یکی پیشگیری قبل از این که اصلا آدم بخواد بره کوه، و یکی وقتی که تو اون شرایط قرار میگیره. خب پیشگیریش اینه که آدم راجع به وسایل و ابزارش بدونه و وسایل و ابزارش رو خوب بشناسه، باشون کار کرده باشه، چون خیلی از وسایل کوهنوردی تخصصی هستن و احتیاج دارن که ما راجعش کتاب خونده باشیم، کلاس برداشته باشیم. یکی اینکه از وبسایت های معتبر آب و هوا رو چک بکنی، همونجوری که خودتونم گفتین خیلی مهمه که آدم یه مربی راهنمایی داشته باشه، که اگه دفعه اول که داریم ما یه کوهی رو میریم و اون مسیرش رو نمیدونیم، مخصوصا توی زمستون همراه یه نفری بریم که یه تجربه توی این زمینه داشته باشه. انتخاب مسیر خیلی مهمه، همینجوری که مطرح کردین کوه‌ها خیلیشون مسیر تابستونی دارن، مسیر زمستونی دارن، و اینکه یه سودی رو انتخاب بکنیم که متناسب با تجربه‌مون باشه، متناسب با آمادگی بدنیمون باشه، مخصوصا توی زمستون. این واسه پیشگیریه. ولی وقتی که تو این شرایط قرار میگیریم، حالا آب و هوا نامناسبه، به نظر من اولین کاری که باید بکنیم باید یه پناهگاهی یه جایی پیدا کنیم که بتونیم قایم بشیم، توی معرض باد قرار نگیریم. خیلی وقتا ما به صورت اتوماتیک وقتی توی شرط بحرانی قرار بگیریم میخوایم یه گوشه بشینیم، خودمون رو گرم نگه داریم، کز بکنیم. به نظرم در اون شرایط دقیقاً باید برعکسش انجام بشه، باید یه حرکتایی بکنیم، تکونایی بخوریم که بدنمون گرم بمونه، برای اینکه اون حرکت ثابت مونن باعث میشه دمای بدن بیاد پایین. مسلط به خودمون باشیم، نفس عمیق بکشیم، فکر بکنیم که خب چه کارایی من میتونم انجام بدم که حالا که تو این شرایطم. خیلی وقتا آدم تو اون سرما اشتهاشو از دست میده. به نظر اگه آب و غذا داریم باید بخوریم، چون بدن احتیاج داره دمای بدن رو ببره بالا و باید به آدم انرژی برسه، و مسلما هر چقدر که میتونیم زودتر خودمون رو به ارتفاع پایین‌تر برسونیم. اولا که ما هم مثل شما، ما هم خیلی ناراحتیم و تسلیت میگیم، ولی سارا جون تو سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی ورزش‌های زمستونی خیلی خطرناک‌تر هم شدن، درست میگم؟ درسته. خب خیلی از به خاطر گرمای هوا خیلی یخچالا دارن آب میشن، و این آب شدن یخچالا باعث شده مسیرهای مختلف کوهنوردی عوض شده، حتی فصل‌های به قله رفتن هم عوض شده. و ورزش کوهنوردی قبلا خطرناک بود، ولی الان به خاطر تغییر مسیر شدیدش و اینکه فصل‌هایی داره عوض میشه، زمان‌ها داره عوض میشه، حتما باید دادن با آدم با تجربه تر بره تو کوه، و باعث شده این ورزش حتی پرخطرتر از قبلا هم بشه. و این نشون دهنده اینه که حتما ما باید یه وسایلی داشته باشیم که جی پی اس داشته باشه. خیلی از دوستان میدونن که با جی پی اس میرن کوه، ولی خب این که بدونیم از قبل چجور ازش استفاده بکنیم، تمام اعضای گروه بدونن، و خب کوهنوردی ورزش گروهیه. من خودم خیلی اشتباه کردم قبلا بدون گروه رفتم، و ویدیو گریه کردنم هم روی اینترنت هستش که به خاطر نداشتن تجربه اشتباهی کردم و شانس آوردم که نجات پیدا کردم. ولی خب فکر میکنم اون اشتباه من بوده، و کوهنوردی ورزش تخصصی، ابزار تخصصی داره مخصوصا توی زمستون، و
انتخاب مسیر درست که بهمنگیر نباشه، همه اینا خیلی اهمیت داره برای کسایی که میخوان این ورزش رو دنبال کنن. 100% همینطور. حالا خودت سارا در زمینه اون به هر حال تجربه هایی که داشتی، فکر می‌کنی اطلاع رسانی در زمینه هشدار به کوهنوردا چطوری بوده؟ خب من خودم خیلی وقتا شده وقتی که توی کوه هستم، با اینکه قبلش وبسایت های معتبر رو رفتم چک کردم و به هم هشدار داده شده که مثلا امروز قرار طوفان بشه یا باد شدید بیاد، و حتی با گروه بودم، با آدمای با تجربه بودم، با مربی بودم که اون کوه رو مثلا 40 بار صعود کرده بوده، مسیر رو کامل میدونسته. با این حال همه این اطلاعات هم داشتیم و گروه آمادگی کامل با وسایل کامل هم داشتیم، هنوز غافلگیر شدیم و رفتیم توی کوه، انتظار داشتیم مثلا باد 50 مایل بر ساعت باشه، یهو باد 80 مایل بر ساعت بوده و از جهت‌های مختلف، و توی کوه گیر افتادیم، هممون چادرامون رو از دست دادیم، فقط یه چادر مونده، هممون توی یه چادر باید به زور میشستیم که فقط اون طوفان تموم بشه. مثلا 24 ساعت یا 48 ساعت طول کشیده این مسئله. واسه همین خیلی وقتا آدم همه کارهایی که درسته هم انجام میده، مسئولین هشدار میدن، آب و هوا رو چک میکنی، بهترین ابزارها رو داری، با بهترین مربیا میری، ولی هنوز غافلگیر میشی بخاطر اینکه آب و هوا یه چیزیه که تقریبا با اینکه میشه از لحاظ علم خیلی پیش بینیش کردش، ولی هنوز ممکنه تو آخرین لحظه اتفاق دیگه ای بیفته تو اون منطقه خاصی که هستی. واسه همین این اهمیت کلاس برداشتن، کتاب خوندن، مربی خوب داشتن، آموزش دیدن برای کوهنوردی مخصوصا تو زمستون ها هی بیشتر و بیشتر میکنن. سارا خودت به عنوان یک کوهنورد برای کسایی که تازه شروع به کوهنوردی کردن با این یا این رشته ورزشی رو خیلی دوست دارن، چه توصیه‌ای داری؟ خب خیلی چیزا هستش که میتونم بگم، شاید الان وقت نشه تمام چیزایی که دلم میخواد امروز بگم و توی این چند دقیقه بگم، ولی به نظرم اولین مهمترین چیز توی وسایل و لباس پوشیدن واسه کوهنوردی، حتما باید چند لایه لباس بپوشی و لایه‌های خارجی ضد آب و ضد باد باید باشه. مسئله دوم اینه که من چند تا از وسایلم آوردم اینجا که بهتون نشون بدم. این یه دستکشیه، همیشه باید دو تا دستکش داشته باشین، دستکش لایه داخلی که حتما باید چسبیده باشه و هیچ وقت درش نمیارین، این دستکش لایه دومه که بهش میگن میتن، که در واقع اگه نگاه بکنین 4 تا انگشتش به هم چسبیده برای اینکه دست بتونه خودش گرم بمونه، و خب این خیلی اهمیت داره که دستکش لایه اولو اصلا در نیاریم و دستکش لایه دوم هر وقت سردتون میشه حتما تو دستتون باشه. دومین چیز یه گاگلم آوردم که گاگلم در واقع روی چشم میذارن برای اینکه این منطقه سر و چشم کاملا گرم بمونه و دچار یخ زدگی نشه، برای اینکه پوست ما وقتی که توی باد شدید قرار میگیره تو دمهای زیر صفر سری یخ میمنده، فقط چند دقیقه طول میکشه واسه پوست که یخ ببنده، خیلی مهمه تمام پوست پوشیده باشه. واسه همین یه مسئله دیگه که هستش به نظرم این بافایی که میتونین صورتتون رو کامل بپوشونین، اینم خیلی مهمه که داشته باشه. مرسی از همه راهنمایی که کردی. روز